من خیلی خوشحالم از اینکه امروز در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدوارم که صدای من و این تصویر شما رو خسته نکنه، به خاطر اینکه دیروز هم عزیزان اینجا بودن و خیلی روز پربرکتی بود تو این گرما با چه اشتیاقی. و بعد آرش پیغام داد برای جوانان، خواهر نسرین عزیز پیغام داد دیروز و چقدر برکت گرفتیم از خواهرمون. چه سنگ‌هایی رو در زندگی دیروز یاد گرفتیم که بذاریم به پای صلیب مسیح و بریم و حواسمون باشه. آرش جان چند تا قدم یاد داد بهمون. البته ما خدا رو شکر واقعا. و چه جلسه پربرکتی بود و من میخوام که از شما خواهش بکنم دعا بکنید برای اینکه این اتفاقهایی که داره توی هلند و آلمان و اروپا میفته واقعا ادامه دار باشه، برای یک مقطع خاصی نباشه، برای نوجوانا جوانا دعا بکنیم که بتونیم این حرکت‌ها رو ادامه بدیم و یک روزی سالن‌های بزرگتر بگیریم و جماعت‌هایی که به مسیح ایمان میارن و حتی ایمان نیاوردن هنوز به اونجا بیان و با این خدای محبت و فیض آشنا بشن. و من هدیسان این رویا رو داریم. چند وقت پیش در هلند هم بعد از مدت‌ها تونستیم این جلسه خیلی عالی داشته باشیم و همه کلیساهای هلند دور هم جمع شدن، تمام شبانان خادمین، و دعا میکنم در آلمان اتفاق بیفته و یک روزی بتونیم این دو تا کشور رو به هم دیگه وصل بکنیم به نام مسیح، یک کنفرانس مشترک بذاریم. چقدر عالی میشه واقعا. و این رویای ماست، رویای یکتلی اتحاد در مسیح، که کتاب مقدس میگه آنها این اتحاد رو و محبت رو در بین شما میبینن و به من که پدر هستم ایمان میارن. فرستاده ایتون. آمین. خدا رو شکر. من همطور که گفتم داریش اسمم و فامیلیم هم گل باقی با قین تو ایرانی یعنی گل باق، و توی هلندی خیلی بد تلفظ میشه، توی حالا فارسیش یه مدار چون هلندی ها گه ندارن و به جای گه خه میگن. نخندید، نخندید، داره فیلم میگیره. به چقدر قشنگ، بعضی موقع آدم با یه تلفظ اشتباه یه چیزی رو میتونه چقدر بد بکنه. نه تو ایران، من 20 سال ایران زندگی کردم، به من میگفتن گل گل گل. به محض اینکه وارد اروپا شدیم گیان که گه ندارن، به جاش خه میگن. نمیگم اون کلمه رو، همش تبدیل شد به اون کلمه. خول بله، خیلی ممنونم. مسیح تازه 15 سال پیش من آزاد کرده بود از این قضیه. و اون چیزه، آره نریم بیرون زنگ آخر رو اینا دست بندازید ما رو جوونا. ای برادر، برادر فلانی، یا من تمامی خدمتم با نوجب. اولا بگم که من امروز با پاستور عزیزم، پاستور مارکو. Where is مارکو؟ مارکو جان؟ یه دست برای مارکوی عزیز بزنید، چون کشیش کلیسای ما هستن. به همراه همسرشون 10 سال است که ما رو خدمت میکنن. و من خیلی چیزا از عزیزان یاد گرفتم. خیلی خیلی واقعا از این هارفست مینیستری ما واقعا خیلی برکت گرفتیم خانوادگی. پس ایشون نه فقط که فارسی داره یاد میگیره، بلکه واقعا یه سری درس ها رو با هم دیگه آماده کردیم توی همه این 10 سال و جاهای مختلفی که میریم، کنفرانس ها، سمینار ها داخل ترکیه، ایران. الان که جدیداً 1-2 سال داخل ایران شروع کردیم به فعالیت، از جان از جاهای مختلف، و سعی می‌کنیم این درس‌ها اینا رو با جوونا در میون بذاریم. و یه عزیز دیگه هم اومده، البته به برادر مارکو نمیخوره که اینقدر جوون باشه، تیموتی که برای ما درامز میزد اونجا، پسر مارکو جان هست. یه دستم برای تیموتی بزنید. Thank you تیموتی. وقتی من تیموتی رو دیدم انقدی بود. از ارشته که دیدیم تیموتی زاخست، I was so kind. از های کنید درمز بیم. نمیتونه جاز بزنه. پشت اون چیز قرار میگرفت، این اندازه این چوبا بود. چوبایی که الان میزنه اونجا. نه یه ذره بزرگتر. بعد نمیتونست بزنه. و چقدر تمرین کرد، تلاش کرد که الان میتونم بگم یکی از بهترین پرستنده هاست و جز 20 اول هلند میتونم بگم در این ساز هست. و چقدر با افتخار بزرگیه که خداوند فیض داده این عزیزان ایرانی ها رو خدمت بکنن و افغان های عزیز رو، اگر در این جمع داریم خواهر برادر افغان و ایرانی ها رو خدمت بکنن. و خیلی عزیزان دیگه هستن هلندی که با ما همکاری میکنن
به امید خدا یه روزی بعد آلبرت یک کنسرت بزرگ بشه همهشون بتونن بیان. به نام مسیح. آمین. و به افتخار برادر آلبرت خرنستین که زحمت کشیدن این برنامه رو برگزار کردن و همه عزیزانی که بهشون کمک کردن یک دست بزنید لطفا. خیلی من بیست. چقدر خوبه که همدیگر رو تشویق کنیم، بنا کنیم. اگر میبینید من یه ذره خودمونی صحبت میکنم یا مدل صحبت کردنم مثل دیروز، عزیزانی که دیروز بودن یه جوری هستش که تا شاید یه ذره نمیدونم. اگه خوبه که خدا رو شکر. خوبه؟ خوب بود دیروز، خوب بود. اسپورت مدلم. اگه میبینید دو تا علت داره، به خاطر اینکه من 10 ساله که به همراه خانواده‌ام، مودیشان، بیتا جان و عزیزان گروهمون، تیممون تحت عنوان خانه امن، سیف هاوس، 10 سال هست که جوان‌ها رو خدمت می‌کنیم. این یه علتشه، چون همش وقتی شما با نوجوانا جوانا سر کار داری یه جورای شبیه اونا میشی انگار، و انقدر درسایی که آماده میکنیم، چیزایی که میخوایم باشون سر کله بزنیم توی همون فرم مثل اینکه قرار گرفتیم. و خدا رو شکر میکنم که همه شماها جوان هستید در خداوند. ابراهیم نمیدونم بعد از وعید بهت، ابراهیم 100 سالش بود، 120 سالش بود فرزند خدا، همین تو همین از همین سن و سال بود، چقدر جوان بود. تازه اون موقع خدا بهش فرزند داده. 100 اصلا یه رقمیه که امروزا نمیتونی بهش فکر بکنی. جوان مونده بوده در خداوند. آمین. پس ما همه جوان هستیم در مسیح و من خیلی خوشحالم از اینکه شما این اجازه رو دادید تا من بتونم به قلب‌های شما یه ذره بیشتر نزدیک بشم، باهاتون خودمونی‌تر باشم. و چیز دیگه که می‌خواستم بگم این بود که گفتم که من تمام زندگیمون در هلند، تمام زندگی ایمانیمون در هلند بوده و اونجا ما عزیزان هلندی ما رو خدمت کردن همیشه. ما ایرانی ها رو خدمت میکنیم ولی همیشه از هلندی ها خدمت شدیم همه این سال ها درس کردیم. به خاطر همین یه ذره شاید فرق میکنه. ولی خب الان خیلی موضوع واقعا حساس و جالبی هستش. من نمیدونم. ها موضوع اینه فکر میکنم. میگه در هر شرایطی که موقعیتی که هستین خدا سمت شماست و شما رو دوست داره. خدا آنجایی است که نیاز شماست، او جواب نیاز شماست، او جواب سوالات ماست. خدا با ماست. امانوئل. اینک میگه باکره آبستن شده پسری خواهد زایید، نام او را امانوئل خواهند نامید. یعنی خدا با ما. خدا با ماست. همونطور که دریا دیشب میگفت یوسف توی بدترین شرایط زندگیش، کتاب مقدس میگه خدا با او بود. یوسف بردنش توی بازار برده فروشا، میدونید توی فیلم‌ها اینا حتما دیدیم، می‌خواستن برده رو بفروشن، لباساشو در میآوردن، نگاه می‌کردن ببینن جای زخم نباشه، مریض نباشه، بعد به شلاق هم می‌زدن بعضی موقع. یوسف حتی لباس تن نداشت، ولی آیه بعدی میگه ولی خدا با او بود. عجیب نیست؟ یوسف لباس به تن نداشت، حتی آیه بعدی میگه خدا ولی با او بود. یعنی در واقع داره میگه یوسف اوریان بود ولی امانوئل. مثلا یوسف اوریان بود ولی هاللویا. اینطوری که نمیگن که میگن بابا وضعش خوب بود، لباس خوب داشت، روبرا بود، زن و بچه داشت، زندگی تو آلمان بود، اقامت گرفته بود، خونه داشت، ماشین داشت، زندگی داشت، همه چی داشت. بعد هاللویا دیگه، بعد خدا رو شکر دیگه. ولی کتاب مقدس ذاتاً از این حرفا نمیزنه. یعنی فرم نگاه عیسی و کتاب مقدس و اون روح جامعی که کتاب رو نوشته متفاوته با اون چیزی که ما فکر میکنیم. اون میگه یوسف اوریان بود، لباس نداشت، امانوئل. واو. یه ذره جلوترش میگه بردن اونو گذاشتنش داخل زندان، بعد میگه امانوئل. زندانای اون موقع مثل زندانای هلند و آلمان نبود که پلی استیشن بازی کنن. ما یه بار رفته بودیم، ما عزیزان خدمت می‌کردیم، می‌رفتیم تو زندانا. من دو سه جا خدمت کردم، یه جا بین عزیزانی که معتاد بودن به مواد مخدر، یکم تو زندانا. باور کنید زندانه از خونه ما بهتر بود. تختش پلی. من که رفتم اونجا خدمت کردم، اومدم به بیتا جون کوچولو بود، گفتم بابا بریم پلی استیشن بخریم. باور کنید پلی استیشن مدرن داشتن، جدید.
ولی زندان‌های اون موقعی که داره کتاب مقدسش تعریف می‌کنه که یوسف رو انداختن داخلش، سیاه‌چال بود. پله می‌خورد تو پله، پله تو پله می‌رفت اون پایین. یه نوری شاید یه نفری لطف بکنه دری باز بکنه از اون بالا یه نوری بیاد، ولی میگه او در زندان بود، امانوئل، ولی خدا با او بود. آمین. این شاید یه پیغام خیلی کوتاه باشه برای شما در طول این سفر زیباتون با مسیح، که این جمله رو یادمون باشه که اینک باکره آبستن شده و پسری خواهد زایید و نام او را خدا با ما خواهند نامید. هللویا. و برگردیم به این موضوع. اصلا میگه که شما در موضوع، سوال اینه، اصولا سوالی که تو ذهن من بوده اینه که آیا خداوند، خدای ما، فقط برای زمانیه که ما توی کلیسا هستیم و یا اینکه به خدمت فقط فکر میکنیم، یا اینکه خدا رو فقط برای نجات و صلیب و نمیدونم زندگی ابدی و حیات جاودان و شفا و اینجور کلمات روحانی داریم ما، یا نه خدا خدای روزهای عادی زندگی ماست، خدا خدای روزهای عادی زندگی ماست، خدا خدای تمام زندگی ماست، او خود جواب سوالات ماست. آمین. او جواب سوالات ماست، جواب نیازهای ماست. من چند تا نمونه دارم، نمیخوام وقت رو زیاد بگیرم. اگر میشه عزیزان، اینجاییم، ببخشید من چیز شدم. برادرم، میخواستم بگم خواهر عزیز، برش میشه بزن بره جلو، خواهر دیشب اونجا بودن. خب اگر میشه میگیم که اوکی، اینو که گفتم دیگه، آیا او فقط جواب سوالات ما مانند بخشش و نجات و حیات جاودان و گناه است؟ بله. یه مثال اینجا داریم براتون نوشتم که زیاد زحمت نکشی کتاب مقدس باز نکنی. توی کتاب خروج ببین، عیسی مسیح بارها خودش رو در طول تاریخ نشون داده دیگه. آمین. خودش رو نشون داده. عزیزانی که تا حالا این موضوعات رو نمیدونن، لطفاً یه لحظه گوش بدن، الان من میگم همه رو. عیسی مسیح بارها خودش رو مکاشفه کرده به شکل‌های مختلف. در عهد جدید، کتاب مقدس ما مسیح دو بخشه، عهد قدیم، عهد جدید. در عهد جدید مسیح، خداوند خودش رو اون مکاشفه آخرش، مکاشفه نهایی خودش رو نمایش داد به بشر، به دنیا. آمد برای نجات دادن، آمد برای بخشش و به حیات جاودان بخشیدن. ولی در کتاب عهد عتیق با قوم هی خودش رو نشون میداد بهشون. اینجا خیلی قشنگه، نگاه بکنید ببینید چقدر خدای ما نیازهای روزمره براش مهمه. میگه سپس موسی اسرائیلی ها رو از دریای سرخ کوچانید و ایشان به صحرای شور رفتن. آنها سه روز در صحرا سفر کردند بی آنکه آب پیدا کنند. آنگاه به ماره رسیدند ولی نتوانستند از آب آنجا بنوشند، زیرا تلخ بود. به همین جهت آن مکان را ماره نامیدند. ماره یعنی تلخ. از قوم شکفه کنان به موسی گفتند ای موسی، زیاد بود تعدادشون. من یه نفر میخوام از شما کمک بگیرم. من یک دو سه میگم، شما بگین ای موسی. باشه؟ یک دو سه. نه من داریشم، میخواستم بگم یه جوری گفتین که خیلی خوب گفتین. آفرین. میگه قوم گفتن ای موسی بچه بنوشیم. موسی نزد خدا فریاد برآورد و خداوند چوبی یا درختی، کتاب مقدس این دوتا کلمه رو بدون نشان داد، و موسی چوب را به آب انداخت و آب شیرین شد. ماره که تلخ بود شیرین شد و اونها آب داشتن در بیابان شور. عزیزمون هم داره تایید میکنه حرفای من ها. عزیزم. من میخوام شما رو از اینجا یه لحظه نگه داریم، خودمون رو توی شما الان اون جماعت بودین دیگه. آمین. میخوام باشیم توی ماره، توی خروج 15. یه لحظه بریم با هم عهد جدید. یوحنا 4:14. مسیح فرمود اما هر که از آن آب که من به او میدهم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد. این آب چشمه‌ای میشود که تا به حیات جاودان جوشان خواهد بود. آن آب حیات من هستم.
اگه میشه بعدی رو بذارید. برمیگردیم تو صحرا دوباره. ای موسی، اگه دوست دارید بگین. جماعت بنی اسرائیل، فصل بعدی 16. جماعت بنی اسرائیل جملگی از ایلیم عزیمت کردند و در روز 15 از ماه دوم پس از خروجشان از مصر به صحرای سین رفتند که میان ایلیم و سینا بود. در آن صحرا جماعت بنی اسرائیل جملگی بر ضد موسی و هارون زبان به شکوه گشودند. بنی اسرائیل بدیشان گفتند، اینو شما بگین، کاش در همان سرزمین مصر مانده بودیم. 1 2 3 یعنی من اگر بخوام در آینده سریال بسازم حتما میام هامبورگ این کارو. چرا آوردی ما رو؟ به دست خداوند مرده بودیم. آنجا گرد دیگهای گوش می نشستیم و نان سیر می خوردیم، ولی ما را به این بیابان آورده ای تا همگی این جماعت رو از گرسنگی بکشید. آنگاه خداوند موسی گفت، همانا من از آسمان برای شما نان می بارانم و قوم هر روز بروند و اندازه نیاز همان روز نان گرد آورند. ای قوم، با هم دیگر سفری می کنیم به عهد جدید. آمین. میریم یه لحظه به دوباره عهد جدید. من آیه رو اینجا نوشتم، یوحنا 6:31. پدران ما در بیابان منا خوردند، او از آسمان با آنها نان داد تا بخورند. مسیح فرمود، این موسی نبود که آن نان را به شما داد، بلکه پدر من است که آن نان حقیقی را به شما میدهد، آن نانی که به جهان حیات میبخشد. آمین. مردم فکر میکردن تو خروج 15 مشکل آبه. معلومه که مشکل آبه. دوباره مثل دیشب. معلومه که عیسی پیامبر. معلومه که مشکل آبه. آب نباشه که میمیریم از تشنگی. ولی مسئله آب نیست. مردم فکر میکردن در خروج 16 که مشکل نانه. معلومه که مشکل نانه. نان نباشه که ما بعد از 20-30 روز میمیریم. ولی مسئله نان نیست. مسیح هر بار از عهد قدیم برای اینها مثال میزنه. بریم بعدی برادر علیرضا. ما مرسی. خروج فصل 17. آنان در رفیدیم اردو زدند، ولی در آنجا آب نبود تا قوم بنوشد. پس قوم با موسی مجادله کرده گفتند، به ما آب بدهی تا بنوشیم. موسی در پاسخ گفت، چرا با من مجادله میکنین؟ چرا خداوند را میآزمایید؟ اما قوم در آنجا تشنه آب بودند، بر موسی شکایت کرده گفتند، 1 2 3 خیلی خوب بابا، جدی گرفت. خواهرم اگه ممکنه دو تا لیوان آب به این عزیزان بدین. خیلی رفته بالا آمپر تمپر. خب چرا ما رو آوردی فرزندان دامهای ما رو تشنگی بدهی؟ آنگاه موسی نزد خداوند فریاد برآورد و گفت، با این قوم چه کنم؟ نزدیک از سنگسارم کنن. خداوند به موسی گفت، پیشاپیش قوم گام بردار، برخی از مشایخ اسرائیل همراه خود برگیر، عصایی را که با آن رود نیل را زدی به دست گرفته روانه شو با همون عصا. همانا من در آنجا پیش روی تو بر صخره‌ای که در حریب است می‌ایستم. صخره را بزن، از دل آن صخره آب بیرون می‌ریزد. هللویا. بمانید توی بیابان، می‌خوام بریم عهد جدید. اول قرنتیان 10. ای برادران، پدران ما همه زیر ابر بودند و از دریا گذشتند، همه همان خوراک را خوردند و همان نوشیدنی، سیرا از آن صخره روحانی می نوشیدند. ای برادران، آن صخره مسیح بود. هللویا. آن صخره مسیح بود. گفت با چوب آن صخره بزن و از دل آن آب بیرون می آید. مردم فکر می کردن مشکل دوباره نیاز اونها، احتیاج اونها آبه. ولی مشکل چه بود؟ مسئله چه بود؟ مسئله صخره بود. عیسی مسیح فرمود که زندگی خود را بر من که صخره هستم بنا کن، تا هیچ بادی نتواند آن را تکان دهد.
به پتروس وعده داد که پتروس شمعون تو را که نامت صخره است کلیسای خود را بر تو بنا میکنم که ابواب جهنم بر آن تسلی نخواهند یافت. دسته هیچ کسی نتونه به کلیسا برسه. وعده خداوند اگه میبینید کلیسا یه مقدار این ور اونور میشه نگران نباشید. دست من و شما نیست. ابواب جهنم هم میگه دستشون نخواهد رسید به کلیسای خداوند. او مردم فکر میکردن مشکل آب دوباره نیاز اونها، ولی مسیح بود، صخره بود. آمین. خسته شدین؟ نه. بعدی برادر کتاب اعداد، بنی اسرائیل از کوه هور به راه دریای سرخ خوش کردن تا سرزمین ادوم را دور زن، اما قوم در بین راه دوباره ناشکیبا شد. بر ضد خدا و موسی گفتند چرا ما را از مصریان آوردی تا در بیابان بمیریم؟ زیرا اینجا نه نان است نه آب است، جان ما از این خوراک ناچیز کراهت دارد. خداوند مارهای آتشین در میان قوم فرستاد و آنها قوم را نیش زدند به گونه‌ای که شمار بسیاری مردند. قوم گفت ما گناه ورزیده ایم بر ضد خداوند و بر ضد تو سخن گفتیم، پس دعا کن مارها دور شوند. موسی دعا کرد. خداوند گفت ماری آتشین بساز و آن را بر تیرکی قرار ده، هر مار گزیده‌ای که در آن بران بنگرد زنده خواهد ماند. پس موسی ماری برنجین ساخت و آن را بر تیرکی نهاد و چنین شد که اگر مار کسی را می‌گزید او بر مار برنجین می‌نگریست و زنده می‌ماند. خیلی ممنون از محبت. مردم فکر میکردن مشکل آبه. مرسی برادر عزیزم. میریم از اعداد میخواییم بریم به یوحنا. در یوحنا فصل 3 عیسی مسیح با نیقودیموس در دل شب با مردی که یکی از رهبران بزرگ یهود ملاقات میکنه. نمیدونم حالا چرا نیقودیموس شب رفته سراغش. با امید خدا کنفرانس بعدی در مورد این صحبت کنیم. میگه مسیح به نیقودیموس گفت همون گونه که موسی آن مار را در بیابان برافراشت، همون گونه که موسی آن مار را در بیابان برافراشت، پسر انسان نیز باید بر صلیب خود برافراشته شود تا هر کی که ایمان آورد حیات جاودان داشته بر او ایمان آورد حیات جاودان داشته باشد. هللویا. مردم فکر میکردن مشکل مارگزیدگی و درد و مریضی و ایناست، ولی خداوند داره جواب میده. دیروز تمام کنفرانس صحبت ما سر این بود که ما تمرکز خودمون رو بر عیسی مسیح بگذاریم و نه فقط بر او بگذاریم، بلکه اجازه بدیم مسیح نگاه ما رو نسبت به همه چیز تغییر بده، به سمت دیگه برگردونه. و مسیح نگاه ما رو نسبت به همدیگه عوض میکنه. نگاه ما رو نسبت به همدیگه عوض خواهد کرد اگه بهش اجازه بدیم کار انجام بده. از دست همدیگه به زودی ناراحت نمیشیم، زود از کوره در نمیریم. او عوض میکنه ما رو اگه اجازه بدیم میوه های روح القدس در ما عمل بکنه. من همیشه به جوونا میگم، جوونایی که پرستش میکنید، عزیزای دلم، خوش تیپم هستین همتون، شما عزیزان به همشون میگم، اجازه بدین قبل از این که تالنت شما، خواندگی اون عطیه شما، استعدادهای شما در بالا قرار بگیره، اجازه بدین خدا کاراکتر ما رو، شخصیت ما رو در خودش یک قدم بالاتر قرار بده. اگر اون بالا قرار بگیره عطایا و استعدادها رو با خودش به بالا میکشه. این بالانس رو مسیح این کار رو خواهد کرد، روح خدا این کار رو خواهد کرد اگر اجازه بدیم که او تمرکز ما رو از چیزهایی که داریم تا امروز بهش مشغول بودیم برگردونه، مثل دیروز که به اون زن نگاه کرد، برگردونه به سمت دیگه، به اون سمتی که خودش میخواد. مردم فکر میکردن مشکل آب، نان، مریضی، مار، مارگزیدگی، شفا. خداوند عیسی اعلام میکنه که من آن آب حیات هستم، هر کی از من بنوشد تا ابد تشنه نخواهد شد، و من آن نان آسمان هستم، هر کی از من بخورد گرسنه هرگز نخواهد شد، و هر کی بر صلیب من بنگرد، مثل اون مار برنجین که موسی برافراشته بود، بر صلیب او و ایمان بیاورد تا ابد هلاک نخواهد شد و زنده خواهد مان. آمین. میدونی مسئله چیه؟ ماجرا اینجا بوده که خدا به عنوان خالق
بهتر از من و شما عزیزانم میدونه که مشکل ما کجاست. برای همین میخواد تمرکز رو برداره از اونجایی که ما فکر میکنیم، بذاره یک جای دیگه. ما هی حقم داریم ما، چون نیاز داره بدنمون، لباس میخوایم، آب میخوایم، نام میخوایم، خیلی چیزهایی میخوایم، ولی میخواد پدر میخواد اینا رو برگردونه به اون جاهایی که خودش میخواد. یک جمله از یک نویسنده معروف میخونم، میگفت اگر مشکل بشر، اگر مشکل انسانها اقتصاد بود، خداوند حتما یک اقتصاددان خوب میفرستاد. اگر مشکل آدم‌ها سیاست بود، حتما او سیاستمدار خوب می‌فرستاد. اگر مشکل انسان‌ها فلسفه بود، حتما او یک فیلسوف خوب می‌فرستاد. اگر مشکل انسان‌ها مریضی و بیماری بود، او حتما یک پزشک متخصص می‌فرستاد. اما اینا مشکل انسان نبود، چون اون می‌دانست که مشکل انسان در قلب اوست، زیرا که قلب او از هر چیز بیمارتر بود. مشکل انسان خیلی خیلی عمیق‌تر از این حرفا بود. مشکل انسان در تاریکی او بود و در گناه بود. مشکل انسان در نبخشیدن بود. برای همین نجات دهنده فرستاد. آمین. هللویا. خدا رو شکر. نجات دهنده فرستاد. مسیح رو فرستاد. پس او میدونه مشکل کجاست، مسئله کجاست. برای همین بهترین رو میفرسته اونجایی که باید باشه. میاد به سراغ ما. پس بخوام یه خبر خوب بهتون بدم. پدر حتماً که حتماً، مسیح میگه کدام پدریست که شما نان بخواهید و به شما سنگ. مثلا میشه همچین چیزی؟ مثلا بیتا جون به من بگه، البته زیاد میپرسه اینو، بابا اجازه دارم این غذا رو بخورم یا اینو؟ مثلا بیتا به من بگه بابا نون به من میدی، من برم بهش سنگ بدم. یه جای من ایراد داره دیگه حتماً. چقدر بیشتر پدر آسمانی به فکر ماست. آمین. پس اون نیازهای ما رو میدونه و برطرف میکنه، همینطور که نیازهای قوم رو در بیابان برطرف کرد. ولی مسئله چیز دیگه است. اجازه بدین اون به نیاز اصلی ما دستش رو دراز بکنه و اونجایی که نیاز اصلی ماست شفای خودش رو جاری بکنه. اونجایی که نیاز اصلی ماست تشنگی ما رو برطرف بکنه. آنجایی که نیاز اصلی ماست گرسنگی روح ما رو برطرف بکنه. آمین. دیروز برادرمون فکر میکنم وحید جان بود، بعد از سرود پرستشی اومد بالا گفت گرسنم بود الان دیگه گرسنم نیست. بعد از این سرودا حالا شاید یه ذره شعاری باشه، ولی واقعیته. منم این اتفاق برام میفته. نیاز ما جای دیگه است. اجازه بدیم پدر در پرستش‌های امروز، در این وقت باقی مانده، در دعایی که میخوایم انجام بدیم بهش این اجازه رو بدیم که بگیم خدای تو میدونی مشکل اصلی کجاست. اول به شما نشان بده، بعد به کمک روح قدوسش مشکل رو برطرف بکنیم. آمین. انجام خواهد داد. بعضی موقع زانو میزنیم تو خونه زمان پرستش، زمان دعا. چقدر این هفته‌ای که دعا روزه بود پر برکت بود برادر آلبرت. چقدر پر برکت بود. یک برکت بزرگی که برای من و خانواده‌ام داشت این بود که ما سه نفری با هم سر یک تایم می‌نشستیم و با هم دعا می‌کردیم و بعضی موقع من مشغول بودم، بیتا میاد بگه بابا وقتشه، باید می‌نشستیم و دعا می‌کردیم و پرستش می‌کردیم. چقدر خوبه که این کار رو انجام بدیم. خدا زمانی که تو اون لحظات پرستش و دعا، توی اون لحظات حتی خوشی، نمیگم فقط تنگی و درد و غصه، تو حتی خوشی شما میشینیم و باهاش وقت میذاریم، اجازه میدیم که دستش بیاد مثل اون کوزه‌گره که کوزه رو درست میکنه بیاد داخل. میدونید که اگه دست کوزه‌گر داخل نباشه میریزه به هم. یه دست کوزه‌گر داخله، یه دست بیرونه، اون پا هم پدال میزنه اینطوری، بعد کوزه رو بنا میکنه میاره بالا. آمین. یه دست اینطوریه، اینطوری. من هیچ وقت نتونستم این کار کنم. دست داخل بیاد بیرون، رود کوزه له میشه. اجازه بدین اون چون خالقه داخل رو میدونه. از اینجا میاد همه چیز. میاد بیرون. بره داخل، ریشه ها رو به ما نشون بده، تفتیش بکنه، نیاز رو بدونه، تشنگی رو برطرف کنه. آمین. گرسنگی رو برطرف کنه. آمین. و دردها و مرضها رو شفا بده.
آمین. پس این درخواست من میخوام بکنم از خادمین، اگه ممکنه زمانی که ما پرستش میکنیم، عزیزانی که دوست دارن میان جلو براشون دعا بشه، این فرصت رو از دست ندین. و در قسمت آخر میخوام که جمله برنامه دیروز رو تموم بکنیم، از مجردها، دختر پسرهای عزیزی که تو این کلیسا مجرد هستن، بعد میتونن بیان جلو براشون دعا بشه حتما آخر برنامه اگر ممکنه. مجردها یه قسمتی جداگونه، لطفاً بیاین براتون دعا بشه. آمین. بس بچه‌ها.